اونایی که دهه 70 تلویزیون رو به خاطر دارن، خواهرای دوقلوی به هم چسبیده رو خوب یادشونه. لاله و لادن، دخترایی که از سر به هم چسبیده بودن و آرزوهای بزرگی داشتن، اما رویای جدایی و زندگی عادی هیچ وقت محقق نشد. شاید هنوز هم خیلی ها ندونن کدوم لاله بود و کدوم لادن. از روبرو لاله دختر سمت راست بود و لادن سمت چپ. لاله میخواست روزنامه نگار و لادن دوست داشت وکیل بشه. با دستور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نشستن سر کلاس حقوق دانشگاه تهران. یکی پرحرف عاشق مهمونی و بازی‌های کامپیوتری بود و اون یکی کم حرف. لادن میخواست برگرده به زادگاهش، اما لاله میخواست در تهران بمونه. وقتی به دنیا اومدن پدر و مادرشون در بیمارستان رهاشون کردن. دکتر علیرضا صفاییان بردشون پیش امام خمینی. با دستور امام دو روزه شناسنامه لاله و لادن رو به نام دکتر صفاییان و همسرش صادر کردن. اما وقتی پدر و مادر واقعیشون پیدا شدن، دوقلوها ترجیح دادن مستقل زندگی کنن. وقتی 15 ساله بودن قرار شد جراحی و از هم جدا بشن، اما پروفسور مجید سمیعی جراح مشهور مغز و اعصاب جراحی رو پرخطر و غیر قابل انجام تشخیص داد. حدود 6 ماه قبل از تولد 30 سالگی تصمیم گرفتن خطر رو به جون بخرن تا شاید بتونن برای اولین بار مستقیم توی چشم همدیگه نگاه کنن. ما علم داریم که جدا میشیم. علم نداریم که حتما یکی اون فدا بشه اون یکی جدا بشه. ما علم داریم که حتی 1% امکان جدا سازی ما به سلامت هست، این کار انجام بدیم. خبرش عین بمب در ایران و حتی دنیا منفجر شد. مردم منتظر و دست به دعا بودن تا لاله و لادن با چهره‌ای خندان از اتاق عمل بیان بیرون، اما دنیا روی بدش رو به اونها نشون داد. عملی که باز هم پروفسور سمیعی معتقد بود نتیجه بخش نیست. جداسازی موفقیت‌آمیز دوقلوهای نپالی که از سر به هم چسبیده بودن لاله و لادن رو امیدوار کرد. با دکتر کیت گوا جراح سنگاپوری تماس گرفتن و درخواست کردن جراحی مشابهی روی اونها انجام بده. لاله و لادن به سنگاپور رفتن. دکتر گوا بهشون گفت امکان مرگ یا فلج شدنشون وجود داره، اما لاله و لادن هدفهای متفاوتی داشتن و بالاخره باید به جدایی تن میدادن. گفتن دیگه نمیتونیم این شرایط رو تحمل کنیم و به همین دلیل تمام خطرات جراحی رو پذیرفتن. سیل کمک‌های مالی از سراسر جهان روانه شد. گروهی متشکل از 125 پزشک عمل جراحی جداسازی رو آغاز کردند. 52 ساعت گذشت. بیش از 2 روز در اتاق عمل. 80% بافت‌ها جدا شدند. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه خونریزی شروع شد. اول لادن و کمتر از 2 ساعت بعد لاله با دنیا خداحافظی کردند. 10 سال بعد مسئول تشریح جسد لاله و لادن گفت این دو اصلا نباید جراحی می‌شدند، چون در ناحیه عروق مغز چند رگ مشترک حیاتی داشتند و امکان زنده نگه داشتنشون وجود نداشت. وقتی لاله از خواهرش پرسید وقتی جدا بشیم باز هم پیش من میمونی، لادن اولش به شوخی گفت نه، میدوام و فرار میکنم. اما بعدش گفت هر جا بری با تو هم، هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه، کاری که فقط مرگ تونست انجامش بده. خارو حسن گر به فریادم